سلام به همگی امیدوارم حالتون خوب باشه به کانال انگلیش ویو خوش اومدین این سی و جلسه ای آموزش واژگان انگلیسی از پایه به زبان ساده در سطح ایوانه ما تو این درس یاد میگیریم از چه کلماتی برای بیان حالتها و احساساتمون فیلینگز به انگلیسی استفاده کنیم و درباره چیزهایی که دوست داریم یا دوست نداریم در سطح A1 صحبت کنیم. フフフフ。 ما توی این درس عکس‌های مختلفی رو میبینیم که هر کدوم یه حالت یا احساس رو نشون میدن. Hot He's hot این آقا گرمشه. Cold She's cold این خانوم سردشه. Well She's well این خانوم سالمه ایل هیز ایل این آقا مریضه انگری شیز انگری این خانوم عصبانیه upset she's upset این خانوم ناراحته. Tired. He is tired. این آقا خسته است. Bored. They are bored. اونها کسل و بیحسله هستن. Hungry. She's hungry. این خانوم گرسنه است. thirsty he's thirsty این آقا تشنه است. surprised she surprised این خانوم شگفت زده است. excited he is excited این آقا هیجان زده است. Worried She is worried. این خانوم نگرانه. Calm She is calm. این خانوم آرومه. بعضی از صفت هایی که حالات و احساسات ما رو بیان می کنند به حروف ایدی ختم می شن. این صفت ها رو تو این درس هم دیدیم. Tired Worried Bored Excited Surprised ما برای صحبت کردن درباره احساساتمون برای اینکه بگیم عاشق بعضی چیزها هستیم بعضی از چیزها رو خیلی دوست نداریم و از بعضی چیزها یا افراد متنفریم لازم چند تا فعل مهم رو بدونیم. اون فعلا اینا هستند. Hate Don't like Prefer Like Love وقتی از فعل هیت استفاده می کنیم یعنی از اون شخص یا اون چیز متنفریم. فعل هیت به معنی متنفر بودن. وقتی از فعل don't like استفاده می کنیم یعنی اون چیز یا اون شخص رو دوست نداریم ولی شدت این فعل از فعل هیت کمتره. فعل prefer به معنی ترجیح دادنه و وقتی که چند تا گزینه پیش روی ما باشن از این فعل استفاده می تا بگیم چه چیزی رو ترجیح میدیم. فعل بعدی likeه. وقتی از این فعل استفاده می کنیم، یعنی از اون شخص یا از اون شی خوشمون میاد. و در نهایت فعل love به این معنیه که عاشق اون چیز یا اون شخص هستیم. حالا با داشتن این اطلاعات بیاین این, این تکست رو بخونیم. تو این تکست یه سری کلمه و فعل مهم برای بیان احساسات یاد میگیریم. Food Let's talk about food and drinks. I don't like fish very much, but I like chicken. I'm a fan of fast food like pizza, hamburgers, and french fries. My favorite food is pizza. Pizza is delicious with soda, but I prefer lemonade and orange juice. I also like tea, and I hate coffee. I can't stand its smell. About fruits, I really like grapes and apples, and I love oranges. I'm not a fan of vegetables. I dislike them. But my parents and teachers say vegetables are very important. I hate broccoli, but carrots are okay. I don't like cucumber salad, but I like mixed salad. I'm crazy for mushrooms, but I really don't like onions. خب بریم ببینیم که تو این تکستی که خوندیم از چه ها و اصطلاحاتی برای بیان احساسات استفاده شده بود. وقتی ما از چیزی یا کسی خوشمون بیاد، میتونیم با استفاده از اصطلاحات جدول اول جمله همونو بسازیم. اولین عبارتی که یاد میگیریم شدیدترین حالت رو نشون میده. اون عبارت اینه I'm crazy for وقتی که جمله رو با این عبارت شروع میکنیم به این معنیه که دیوانوار عاشق اون چیز هستیم. مثالی که تو متن داشتیم این بود I'm crazy for mushrooms عبارت بعدی اینه I love وقتی جمله رو با این عبارت شروع میکنیم یعنی عاشق چیزی هستیم. I love oranges. Expression بعدی I really like. وقتی از این عبارت اول جملمون استفاده می کنیم به این منیه که واقعا از یه چیزی یا از یه کسی خوشمون میاد. I really like grapes and apples. وقتی که جملمون رو با عبارت I like شروع می کنیم یعنی از یه چیزی خوشمون میاد. I like chicken. خیلی وقتا میخوایم تو جملمون این مفهوم رو برسونیم که مثلا غذای مورد علاقه من اینه یا موزیک مورد علاقه من اینه. برای اینکه این مفهوم رو برسونیم از این اصطلاح استفاده میکنیم. My favorite. My favorite food is pizza. غذای مورد علاقه من پیتزاست. برای اینکه بگیم مثلا موزیک مورد علاقه من موزیک پاپه میگیم My favorite music genre is پاپ یا مثلا برای اینکه بگیم ورزش مورد علاقه من فوتباله میگیم My favorite sport is soccer. وقتی طرفدار چیزی یا کسی باشیم از این عبارت استفاده میکنیم I'm a fan of و بعدم اسم اون چیز یا شخصی که طرفدارش هستیم و میاریم. جمله ای که تو تکست داشتیم این بود I'm a fan of fast food و در نهایت وقتی میخوایم مفهوم ترجیح دادن رو برسونیم جملمون رو با این عبارت شروع میکنیم I prefer مثلا I prefer lemonade خب بریم سراغ جدول دوم و عبارتهایی رو یاد بگیریم که برای بیان احساسات منفی ازشون استفاده میکنیم بازم از شدیدترین حالت شروع می کنیم. I can't stand. وقتی جملمون رو با این عبارت شروع می کنیم، یعنی یه چیزی یا یه شخصی رو واقعا نمیتونیم تحمل کنیم. I can't stand coffee's smell. من نمیتونم بوی قهوه رو تحمل کنم. یه درجه خفیفتر از عبارت I can't stand اینه I really hate. فعل هیتو که میشناسین هیت به معنی متنفر بودن حالا وقتی جملمون رو با I really hate شروع میکنیم یعنی واقعا از چیزی یا از کسی متنفریم جمله ای که تو تکس داشتیم این بود I really hate coffee وقتی از چیزی متنفر باشیم هم جملمون رو با این عبارت شروع میکنیم I hate I hate broccoli اگر از چیزی یا از کسی واقعا خوشمون نیاد از این عبارت استفاده می کنیم. I really don't like. I really don't like onions. یه درجه خفیفتر از این عبارت هم این اصطلاح I don't like. I don't like fish very much. متضاد فعل لایک، دیسلایکه و اگر از چیزی خوشمون نیاد به جای اینکه بگیم I don't like میتونیم بگیم I dislike I dislike vegetables وقتی هم که طرفدار چیزی یا کسی نباشیم از این عبارت استفاده می کنیم I'm not a fan of که متضاد این عبارت I'm a fan of I'm not a fan of vegetables. اگر هنوز عضو کانال انگلیش ویو نشدین ممنون میشم که همین الان دکمه سابسکرایب رو فعال کنین و ویدیو رو لایک کنین تا بتونیم به همین منوال آموزش ها رو تا سطوح بالاتر ادامه بدیم. این تمرین چهارده تا جمله داره که 6 تا جمله اول رو تو این صفحه میبینین. چهار جمله بعدی رو تو این صفحه. بعد چهار جمله آخر رو هم تو این صفحه میبینین. همه ی این جمله ها با کلمات داخل پرانتز که امروز یاد گرفتیم کامل میشن. من برمیگردم به صفحه اول. ازتون میخوام لطفا دفترچه و خودکار داشته باشین یک بار جمله ها و کلمه های داخل پرانتز رو بخونید و بعد برای انجام این تمرین ویدیو رو پاس کنین. 1 The temperature is minus 10 and there isn't any heater in the room. I'm very cold. 2. David has a headache and an allergy. I think he's ill. 3. My children break everything in the house. They break the window and TV. I'm very angry. 4. I live in Africa. It's plus 40 degrees here. I'm very hot. 5. Do you want a pizza? No, thanks. I'm not hungry. 6. I don't have any money. I don't have any friends. I'm very upset. 7. Nadia eats healthy food and drinks eight glasses of water every day. She is never ill. She is well. 8. Fred wants to go to Brazil for the first time. He really loves Brazil and he is now very excited. 9. This movie doesn't have any action scenes. It's not a good movie and I'm bored. 10. Tina is a very careless driver. She drives very fast and always has an accident. I am worried about her. 11. I don't have a water bottle and I don't drink a lot of water during the day. Now I'm very thirsty. 12. My niece has a new pink bicycle for her birthday. She loves the bicycle and now she is very happy. 13 Nick is 6 years old. It's his birthday. The family and friends are in the house and he doesn't know. I think he is surprised. And 14 I start work at 8 a.m. and i finish work at 7 pm i don't have time to sleep i'm tired ممنون که تا آخرین درس همراه من بودین بچه همیشه لازمه که ما درباره احساساتمون علایقمون و چیزهایی که دوست داریم یا دوست نداریم تو مکالمات روزمره صحبت کنیم. بنابراین لازمه که واجه ها و فعل های این تاپیکو به انگلیسی بدونیم. امیدوارم که این درس براتون مفید بوده باشه. کلمه های جدیدی که امروز یاد گرفتیم و میتونین تو این صفحه ببینین. لطفا این لیست رو یه جا یادداشت کنین و امروز حداقل یک بار همه این کلمه ها رو برای خودتون تکرار کنین.